که بگن که این آدم آمریکایی است و آدم صهیونیست، آدم اسرائیلی، آدم پپسی کولا است. اینا مونتاژ هاییه که امریکایی ها نه داعشی ها برای قاسم سلیمانی ساختن. از اینا هم خیلی زیاده، برید میبینید که داعش شدیدترین تبلیغات رو ضد آدم میکنه، میگه رئیس جمهور سوریه اصلا اینه، چه اینه، چه اینه، این نوکر آمریکاست، یهودیه، این مادرش یهودی بوده. اینم یه عکسی که در یکی از عملیات گرفته شده واقعی. حالا از اینجا بدفیلد 3 شروع میشه. این بدفیلد 3 یک فیلم پرخرج چند میلیون دلاری آمریکایی است که برای قاسم سلیمانی ساختن. اسم قاسم سلیمانی رو اینجا میگن سلیمان و در شهر سلیمانیه عراق و در ایران اتفاق میفته. این ایرانه، پلاکای ماشین ایرانیه، بعضی جاها مردم ایرانی حرف میزنن ولی توی عراق به اصطلاح سلیمانیه. و یکی از رهبران بشیر که الان میبینین افتاده کشتنش، که این بشیر در حالت با قاسم سلیمانی حرف میزنه ولی اینجا میگن سلیمان بهش. این فیلم که هم بازیه هم فیلمه، چند میلیون دلار امریکا ساخته، ایرانی ها نساختن در مورد این، چون جان خیلی از ایرانی ها دست چچن گرفته تا عراق این نجات داده، تا تو افغانستان حتی. سلیمان، سلیمان، it must have been him. Get the bombs. He used them for leverage. And he stole them. He used me, as he uses everyone. He had dog betrayed me with his plans, trains. And for that, I will get him for this. سال 2011 این فیلم ساختن، هزینه زیادی هم روش کردن. بدفیلد 3 هم بازیه، هم بازیه، هم فیلم سینمایی است که تو ویدیو میشه. این فیلم رو در اروپا ممنوعش کردن چون سعودی ها خیلی قوی بودن. سعودی ها این فیلم رو در اروپا ممنوع کردن، در امریکا نمایش داده شد، DVDش هست، چه و چه و چه. حالا بادیگارد میسازه آقای حاتمی کیا، یه فیلم میسازه به نام بادیگارد، خودش هم نزدیک به قاسم سلیمانی نشون میده ولی نفوذیه، داره خیانت میکنه بهش، داره کلک میزنه بهش، داره تحقیرش میکنه با فیلم بادیگارد. فیلم بادیگارد پرویز پرستوی، علی ابراهیم حاتمی کیا، خودشون این دوتا گفتن که زندگی قاسم سلیمانی است. اولا که تحقیر بونه چون یه موتورسوار محافظه یا محافظه یه پاسبانه، او که لااقل تو همون رژیم تو اسم سرلشکر داره، که او که لااقل هزاران هزار سرباز زیر دستشن، لشکر ساخته تو کرمان، این که از این زیر بهش توهین کردن که درجه شدن پایین. دوم میگن دخترش باش مخالفه، اصلا دخترش با پرنسپایی مخالفه، میخواد با یارو الیاسه عروسی کنه، دختر میگن ما عروسی نمی کنم بابا، مخالفتم، خانوادش باش مخالفه. سوم بازنشسته داری میشه، داری میخواد بزنش تو خونه. چهارم بازنشسته نشده باید کشته میشه، این نباید باشه. چرا؟ چون سعودی ها شرطشونه، خیلی از اینا رو کشته، داعشی ها رو خیلی کشته، خیلی داعشی کشته، خیلی صدامی کشته توی جنگ ایران عراق، باید نابودش کنن، باید از بین ببرنش. این فیلم رو حاتمی کیا میسازه، خود قاسم سلیمانی هم خر میشه، فکر میکنه که این بزرگش کرده، تو کوچیکش کرده. اگه قاسم سلیمانی این آدم درستی بود، چون خیلی اینا سادن این حزب الله اینجوری، این اگه طوری بود تو حالا 5 بار بهش سفارش فیلم دادی، گفتی 23 نفر بساز، اونو بساز، ساخت نمیسازه. این مامور اطلاعاتیه، این مامور تمام فیلمایی که حاتمی کیا ساخته، محافظ این آقا قاسم سلیمانی، محافظ این آقا، یعنی درجهش از سلشگری و چه و چه و چه اومده پایین، شده محافظ یک استاد دانشگاه که با یک موتور، با یک موتور، موتور سوارم از قاسم سلیمانی داره میرونه. اینه، این قاسم سلیمانی است، پرویز پرستوی نقشش رو بازی کرده. این داره چشمش هم که کوره تو جنگ شده، نگاه کنید نشون میده روش کار میکنه، این محافظ این بابا شده، یعنی از اون سرلشکری و از اون جنگ در ایران و عراق و آزادی خرمشهر این دست داشت. تو آزادی خرمشهر قاسم سلیمانی دست داشت، اونایی که نمیدونن بهش فوش میدن بدونن، خرمشهر رو از دشمن قاسم سلیمانی گرفت.
حالا اینقدر سعودی ها قوی شدن که رفقا دوستان عزیز ما میان حرف اونا رو باز میزنن، درست مثل موقعی که حرفای صدام حسین میزدن. یا کنی اینجاست میخواد جمعی بابا رو نجات بده، استاد دانشگاه رو که محافظشه با زنش هم از توی ماشین، اینجاست که اینجا بمب گذاشتن میاد نجات بده، اینجا میمیره. قاسم سلیمانی در نقش یه بادیگارد، اسم خارجی گذاشتن ممنوعه، ولی برای آقای حاتمی کیا آزاده. آدم برای حاتمی کیا آزاده که میذاره اسم خارجی و میتونه فیلمش هم جلو بره و پیش بره. بیان کردون اول بهتون نشون دادم امریکا چه بزرگداشتی میکنه ازش. داعش میگه این یهودی اسرائیلی، نیوزویک عکسش رو جلد میزنه، این کسی که چه کارها کرده میکنه اینجوری میکشه. بعد آقای علی حاتمی کیا و پرویز پرستویی هر دوتاشون میان مشخصا مصاحبه میکنن و میگن آره این قاسم سلیمانی بود، ما رو برای قاسم سلیمانی، این آدم قاسم سلیمانی بر چلو ساخته. یعنی اولا بهش توهین میکنن، یکی رو میخوان بکشن اول باید تحقیقش کنن، باید شکوه تاریخی که داره تبدیل کنن به یک محافظ درجه دو سه که از یک آدم داره محافظت میکنه. اولا همه که باید تحقیرت کنن قاسم خان سلیمانی، تو هم دوزاریت جا نمیفته. بعد از اینکه تحقیرت کردم با ساختن این فیلم، بعدی که تحقیرت میکنن توی فیلم هم میگه الان ما صداشو بستیم به خاطر موزیکش و اینا که چه هست، بعد میگن تو اصلا بازنشسته میشدی، داره فردا دیگه داره بازنشسته میشه، چون فردا داره بازنشسته میشه الان امروز فعلا کشته بشه میکشنت. وقتی این کشته میشه پیش از این که بازنشست بشه، اونم در یک عملیات خیلی دست پایین محافظت از یک استاد دانشگاه، ایران از تونل تباهی، از تونل سیاهی میاد بیرون و نور میاد ایران رو فرا میگیره، ایران به مملکت میاره، اون نور روشنای تجزیه ایران عزیز من. یعنی وقتی کسی نباشه که برای عقیدش، برای میهنش، برای سرزمینش جونش بده، لشکر بسازه که لشکر بره خرمشهر رو آزاد کنه، این لشکر بره در برابر دشمن بیسته، این دیگه به دردشون نمیخوره، این دیگه بایستی بکشنش. و این زمینه رو ابراهیم حاتمی کیا، کارگردانی که مشهورش کردن با فیلمای اطلاعاتی جنگی که ساخته، میسازه تا زمینه روانی کشته شدن قاسم سلیمانی. کل این برنامه که مال 460 رو در mehtv.com در برنامه من خدمت شما عزیزان دوم جامعه کشته شد، دوم دسامبرم من این پیام برای شما فرستادم، همه تون دیدید چه کاری بکنید. من خیلی امیدوار بودم به قاسم سلیمانی. تو قاسم سلیمانی اگر الان بیای این اهریمن رو از میهن برداری، میتونی مثل یک آتاتورک رفتار کنی در منطقه، میتونی این کارو بکنی، تو میتونی آتاتورک بشی، الان میتونی به مردم بپیوندی، عراق، لبنان، سوریه هم نیست، از تو خرسند میشن و از حمایت میکنن. میشه میخوان بکشنش که آقا قبلی که بزنن تو بزن، رفته اسم پسرشو، پسر کوچکترینشو، نه بزرگترینشو که زمان قبل، هم پسری که چند رفته زیر حدود 20 سال داره گذاشته محمد رضا. میتونست بذاره محمد خالی، میتونست بذاره رضای خالی، من میتونم و قاطع میگم زنش خانمشم بیاد تکذیب کنه، چون تو ایرانم مجبور نیست. محمد رضا گذاشت فقط به خاطر محمد رضا شو. الانم میخوان با زدن این، چون میبینن خیلی محبوب شدن، هر کی بره پشت قاسم سلیمانی رأی بیاره یک ماه دیگه انتخاباتشونه، بعدم تداوم جانشین خامنه ایه، چون خامنه ای با رفتن قاسم سلیمانی میمیره، خامنه ای هم میمیره بعد قاسم سلیمانی. قاسم بود که نگاش داشته بود. شما هفته پیش برنامه منو گوش کردید، همون پنجشنبه بود که شبش اینو گشتم، ساعت 3 من برنامه شروع شد، 12 و نیم شب به بعد ایشونو گشتم.